بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همانطوری که ملاحظه می فرمایید، با برنامه نقش ایمان در زندگی یک مؤمن و علل خصوص با موضوعات معجزات پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام، معجزاتی که ایمان به اونها واجب می باشد و ایمان به اونها یکی از اسباب افزایش ایمان نزد هر مسلمانی می باشد. در نشست‌های گذشته پیرامون معجزات متعددی از پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد و بیان شد بر این که معجزات زیادی برای سرور بشریه صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است. از جمله این معجزات نبوی دعاهایی که سرور بشریت علیه الصلاة والسلام برای شاگردان خودش دعا فرمودند. یعنی هر وقت که دعایی در حق یکی از شاگردان ممتاز خودش صحابه کرام رضی الله عنهم جمیعا فرمودند، اون دعا مستجاب شده. از این بابت سرورمان علیه الصلاة والسلام مستجاب الدعوه بودند و با توجه به مستجاب الدعوه بودن پیامبر علیه الصلاة والسلام، صحابه کرام رضی الله عنهم جمیعا اوقات را غنیمت می شمردند و از سرور خودشان علیه الصلاة والسلام درخواست دعا می کردند، حال برای خودشان و یا برای هدایت ارحامشان و علل خصوص والدینشان. همان گونه که در نشست‌های گذشته عنوان شد بر این که صحابی بزرگواری به نام ابو هریره رضی الله عنه ایمان می‌آورد به سرور بشریت علیه الصلاة والسلام، اما مادرش بر همان کفر خودش باقی می‌ماند و تا مدتی که ابو هریره رضی الله عنه ایمان آورده بود، زمانی که به محضر پیامبر علیه الصلاة والسلام مشرف می شد و فیض می برد، اینجاست که شاد و خوشحال بود. و زمانی که باز می گشت به منزل، اما سخنان ناشایستی از مادر خودش می شنید، چرا که هنوز ایمان نیاورده بود. از این بابت ابو هریره رضی الله عنه درخواست دعای هدایت از پیامبر علیه الصلاة والسلام میکنند و اینجاست که از پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست میکنند که یا رسول الله برای هدایت مادرم دعا بفرمایید. و اینجاست که سرورمان علیه الصلاة والسلام برای هدایت مادر ابو هریره دعا میفرمایند و ایمان میآورد. پس توجه بفرمایید که رسول الله علیه الصلاة والسلام از طرف پروردگار عالم مستجاب الدعوه بودند. هر وقت که دعایی در حق یکی از شاگردان خودش داشتند، الله عز و جل به لطف و کرمش و اکرام به بندهش پیغمبرش علیه الصلاة والسلام دعای او را استجابت می فرمود. در این نشست می خواهیم در مورد یکی دیگر از این شاگردان بزرگوار، یکی از اصحاب پیامبر علیه الصلاة والسلام و رضی الله عنهم جمیعا سخنی داشته باشیم.
این صحابی بزرگوار باز هم به سبب دعای پیامبر علیه الصلاة والسلام برای او مستجاب الدعوه بودن. یعنی اینکه پیامبر علیه الصلاة والسلام برای این صحابی بزرگوار دعا فرمودن و از الله عز و جل درخواست کردند که دعاهای او را استجابت کند. این شخصیت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه می باشند. این صحابی بزرگواری که در رکاب پیامبر علیه الصلاة والسلام بوده. از این بابت حدیثی داریم که امام ترمذی اون را در صحیح خودش آورده است. حدیث چنین است که عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك فكان لا يدعو الا استجيب. پیامبر علیه الصلاة والسلام دعا فرمودند که و از آفریدگار عالم درخواست نمود که یا الله، اللهم استجب لسعد اذا دعاك، هرگاه که سعد دعایی داشته باشد به لطف و کرم دعای او را استجابت بفرما. و اینجاست که به سبب دعای پیامبر علیه الصلاة والسلام برای سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه و به سبب این که پیامبر علیه الصلاة والسلام از الله ذو الجلال، الله عز و جل درخواست داشتند که دعای سعد استجابت بفرماید، اینجاست که سعد به یکی از افرادی مبدل شد که دعاهای او استجابت می شد. و در این مورد یک روایت در واقع طولانی داریم، روایتی داریم که وضعیت سعد بن ابی وقاص بیان می کند و وضعیت سعد بن ابی وقاص بیان می کند بر این که چگونه و در چه شرایطی و در چه مواردی دعاهای او استجابت شده است. اما اجازه بفرمایید قبل از این که وارد اصل مبحث شویم و دعاهای استجابت شده سعد با توجه به این روایت و روایت‌های دیگر، یک گوشه‌ای از سیرت این صحابی بزرگوار به طور مختصر و مفید به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده بشه. اولا عرض شد بر این که شخصیت مورد مبحث ما و شخصیتی که راوی این روایت و شخصیتی که در واقع یک اعجاز نبوی در مورد او صورت گرفته، اون صحابی بزرگواری به نام سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه وارضا و به او سعد ابن مالک ابن اهیب الزهری القرشی گفته میشود. یعنی اینکه سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه از قبیله بنی زهره که در واقع همشون برمیگردن به قبیله بزرگ قریش میباشند و لقب او در واقع به او کنیه او ابو اسحاق میباشد، به او ابو اسحاق گفته میشود. و همین سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه از قبیله بنی زهره و در واقع با آمنه مادر پیامبر علیه الصلاة والسلام از یک قبیله می باشند که همشون زهری اند. سعد بن ابی وقاص یکی از سابقین اولین در اسلام می باشند. عنوان شده است که نفر چهارم یا پنجم و یا هفتم حداقل ایمان آورده، یعنی بعد از این که بعد از اسلام ابو بکر رضی الله عنه و اسلام علی رضی الله عنه و اسلام خدیجه رضی الله عنه چهارمین نفر سعد بن ابی وقاص و یا اینکه در اقوال دیگر نفر پنجم و یا هفتم عنوان شده است. پس اینجاست که در مورد سعد بن ابی وقاص این عنوان می شود که از سابقین اولین در اسلام می باشند.
و زمانی سعد بن وقاص به پیامبر علیه الصلاة و السلام ایمان می آورند که هنوز در اوج ابتدای جوانیش بوده است، در سن و سال 17 سالگی. توجه بفرمایید که یک جوان 17 سالگی اون آداب و رسوم غلط حاکم بر جامعه خودش، اون دین موروثی آبا و اجداد خودش و اون شرکیات موجود در جامعه‌ای که در اونجا زندگی میکند ترک و رها کند، یک امر بسیار بزرگی است. و در واقع این امر بسیار بزرگ برای سعد بن وقاص رضی الله عنه اتفاق میفتد. چنین جوانی که در یک جامعه رشد کرده، تربیت شده، بزرگ شده که به عنوان یک دین موروثی از والدین خودش، از آبا و اجداد خودش به ارث برده است، این دینی که و این آیینی که در واقع سراسر جهل، بدعت است، شرک است، جهل و زلالته، اما اینجاست که الله عز و جل زمانی که اراده خیر کند به بندهش و زمانی که بنده ای را دوست بدارد، او را در چنین شرایطی از این گمراهی ها نجات می دهد. و سعد بن وقاص یکی از این افراد بزرگواری بود که لطف و عنایت الله واحد عز و جل شامل حال او شده است. و اینجاست که در واقع به الله و رسولش ایمان می آورد. و یک امر دیگری هم در پرونده اعمال سعد بن وقاص رضی الله عنه ثبت و ضبط و قید شده است، این است که بر زبان پاک و شیبای رسول الله علیه الصلاة و السلام چنین عنوان شده است که سعد ابن ابی وقاص از عشره مبشره می باشند. عشره مبشره حدیثی داریم، حدیث صحیح است، بر این که پیامبر علیه الصلاة و السلام 10 نفر از شاگردان خودش از صحابه کرام به اونها بشارت و مژده بهشت دادند، فرمایش دادند که این 10 تن بهشتی می باشند. و ایمان ما اهل سنت و جماعت این است که هر شخصی و هر فردی که رسول الله علیه الصلاة و السلام در مورد او بشارت بهشت داده باشند، پس جزمن این را عنوان میکنیم برای اینکه این شخص بهشتی میباشد. بنا به فرمایش نبوی و روایت این عشره مبشره، جزمن ایمان داریم، با ایمانمان و اعتقادمان به سرورمان علیه الصلاة و السلام و به فرمایشاتش که در واقع وحی میباشد، یعنی کل فرمایشات نبوی علیه الصلاة و السلام و هرچه فرمایش دارن در مورد دین، همه اینها وحی است از جانب الله ذو الجلال می باشد. الا اینی اوتیت القرآن و مثله معه، یعنی به همان گونه که قرآن کریم توسط فرشته وحی از جانب الله عز و جل بر من وارد شده است به عنوان وحی، همین سنت هم، همین گفتارها هم وحی می باشند. پس اینجاست که فرمایش نبوی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمایش دهند وحی می باشند. بیهوده و گزاف العیاذ بالله پیامبر علیه الصلاة و السلام سخنی نمی فرمایند. اینجاست که فرمایش دارند که ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، الی آخر حدیث.
در این روایت مبشر آمده است که ابو بکر و عمر و عثمان و علی و سعد بن وقاص و سعید بن زید و طلحه و زبیر، اینها ده تنی هستند که وارد بهشت می شوند. به اینها بشارت بهشت داده شده. و اینجاست که یکی از افرادی که به بهشت برین بشارت داده شدند همین شخصیت مورد بحثمان سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه. یکی دیگر از فضایلی که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه در پرونده اعمالش ثبت و ضبط و قید شده است این است که در غزوه بدر یکی از افرادی که بر علیه مشرکین شمشیر برهنه کردند، یکی از افرادی که در این غزوه مشارکت داشتند و شمشیرش را بر مشرکین قریش برهنه کردند. و جالب اینجاست که در مورد سعد بن وقاص چنین ثابت شده است که یک تیرانداز بسیار ماهری بودند، یعنی زمانی که در واقع تیری می انداختند به اصابت می رسید. و چنین عنوان شده است که اولین شخصی که بر علیه مشرکین در اسلام تیری رها کرده است سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه می باشند. و این شجاعت این مرد بزرگ می رسند و این شجاعت و ابهت و ایمان و تقوای این صحابی بزرگوار رضی الله عنه می رسند. و همچنین سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه در معرکه های مختلفی در خدمت اسلام و مسلمین بوده است. از همان زمانی که پیامبر علیه الصلاة و السلام در قید حیات بودند و تا اینکه در زمان خلافت ابو بکر صدیق و بعد از آن در زمان خلافت عمر رضی الله عنه در طول حیاتش در خدمت اسلام بودند. اجازه فرمایید همین مبحث سیرت این صحابی بزرگوار به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.